گاهی اوقات یه سری داستانی در تاریخ اتفاق میفته که ما میایم این داستانا رو میخونیم و نتیجه اون داستان رو که میبینیم به وجد میایم، مثل نبرد دو تا کشور مختلف، دو تا سپاه از دو تا کشور مختلف که در نهایت به پیروزی یکی از این لشکرها ختم میشه که از قضا اون لشکر لشکر کشور شما هم میشه، انگار که دو تا تیم فوتبال با هم دیگه بازی کرده باشن، تیم محبوبتون برنده شده باشه. داستانی هم که امروز میخوایم تعریف بکنیم داستان یکی از سرداران قدیمی ایرانیه، فردی به اسم آریو برزن، که اگر دوست داشتید داستان زندگی نامش رو بدونید این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. دوستان سلام، من آرمان حافظی هستم و این دومین ویدیو از فصل اول دیپ پادکسته. تو دیپ پادکست ما به موضوعاتی میپردازیم که یا تا به حال راجبشون صحبت نشده باشه یا کمتر به اونها پرداخته شده باشه. آریو برزن تو سال 385 قبل از میلاد مسیح در زمان اردشیر دوم، هفتمین پادشاه هخامنشی به دنیا اومدش. محل تولدش رو منطقه به اسم لیدوما اعلام کردن. منطقه لیدوما که امروز ما بهش میگیم نوراباد ممحسنی، توی منطقه لرستان واقع شده. خانواده‌اش خانواده مرفه و سطح بالایی بودن، اما اطلاعات دقیقی از پدر و مادرش در اختیار نیستش. تنها اینو میدونیم که پدرش فردی بود به اسم آرتا برزن یا آرتا بارزونی. در کودکی علاقه خیلی زیادی به شمشیربازی داشت و پا به پای پدرش سوار اسب میشد و با پدرش به مناطق مختلف میرفت. پدرش هم بهش میگفتش که میتونی شمشیر دستت بگیری، من روشهای رزم و نبرد رو بهت یاد میدم، اما باید به سن 18 سالگی یا 19 سالگی برسی تا بتونی اینها رو فرا بگیری. وقتی که 7 ساله شده بود تبحر خیلی زیادی تو شمشیربازی و حتی سوارکاری داشت. زمان گذشت، آریو برزن بزرگ و بزرگتر شد تا به سن 16 سالگی رسید. یک جوان رعنا، قدرتمند و زیبارو. یک خواهر کوچکتر از خودش هم داشت به اسم یوتاب. یوتاب در زبان کهن فارسی به معنای زیبایی و درخشندگی معنی میده. آریو برزن 16 ساله شیفته تعلیمات نظامی بود. دوست داشت که به ارتش هخامنشی ملحق بشه. وقتی که پدرش یک چنین علاقه ای رو تو وجودش دید، اون رو به مراکز نظامی فرستاد تا آموزش نظامی ببینه و به آرزوی خودش برسه. زمانی که وارد آموزش نظامی شدش، به قدری در مراکز آموزشی درخشندگی از خودش نشون داد و به قدری تبحر در شمشیرزنی و سوارکاری داشتش که سرآمد تمامی افرادی بود که داشتن توی اون پادگان آموزش میدیدن. هر ساله در بین رزم آموزان پادگان‌های نظامی هخامنشیان یک رسمی بودش که یک مسابقات تیراندازی بین سربازها یا حالا افرادی که داشتن آموزش نظامی می‌دیدن برگزار می‌شدش. به رسم اون سال هم یک مسابقاتی برگزار شد که دوستان آریو برزن به شدت ازش خواستن تا در این مسابقات شرکت کنه. یکی دیگه از شرکت کنندگان این مسابقات ولیعهد اون زمان ایران داریوش دوم بود. آریو برزن توی مسابقات شرکت می‌کنه و حتی داریوش دوم رو هم شکست می‌ده و نفر اول مسابقات تیراندازی اون سال نظامیان هخامنشی میشه. دلیری و جوانمردی آریو برزن مورد توجه پادشاه اون زمان ایران اردشیر دوم قرار میگیره، جوری که اردشیر دوم وقتی که به سفر، تفرجگاه یا حتی شکار میرفتش، آریو برزن رو با خودش میبرد. توی یکی از این شکارهایی که رفته بودش، یک گراز وحشی بهش حمله میکنه و آریو برزن با تیرکمون به جون گراز میفته و با یک تیر گراز رو نقش بر زمین میکنه و جون پادشاه رو نجات میده، که این قضیه خیلی مورد توجه اردشیر دوم قرار میگیره. این حرکت آریو برزن خیلی مورد توجه اردشیر دوم قرار میگیره، جوری که اردشیر دوم به ملازمانش میگه که حتما این جوانک رو پیش من بیارید. وقتی که آریو برزن به خیمه اردشیر دوم میره، پادشاه یک اسب با نژاد اصیل ایرانی بهش هدیه میکنه و بعد هم اون رو از پارسه که اون زمان پایتخت ایران بود و یونانیان بهش پرسپولیس میگفتن راهی شوشن میکنه. شوشن هم ما امروزه بهش میگیم شوش. آریو برزن به شوش منتقل میشه. اما چرا آریو برزن به شوش رفتش؟ اون زمان شهر شوش مرکز فرماندهی نظامی ایران بودش. آریو برزن اونجا میتونست آموزش تخصصی نظامی ببینه، که چنین هم میشه. 14 ماه تمام آموزش تخصصی نظامی میبینه و بعد از اون به عضویت ستاد فرماندهی کل ارتش ایران در میاد. همه اینها در حالی بود که آریو برزن تنها 18 سال سن داشتش. اما کار به اینجا هم ختم نمیشه. بعد این مدت به دستور مستقیم شاه، آریو برزن فرماندهی یکی از بخش‌های ارتش رو هم به دست میاره.
در این زمان یوتاب 14 ساله بود و درست مثل برادرش شیفته تعلیمات نظامی بود. بسیار از برادرش خواسته بودش که اگر میشه اون رو هم با خودش به ارتش بیاره. آریو برزن هم گفته بودش که مشکلی نداره، فقط 4 سال دیگه صبر کن تا 18 ساله بشی، اون وقت تو هم میتونی به ارتش ملحق بشی. چند سالی سپری میشه و اردشیر دوم از دنیا میره. بعد از اردشیر دوم داریوش دوم به پادشاهی میرسه که ولیعهد بود، که البته نام پادشاهیش هم اردشیر سوم بودش. 20 سالی اردشیر سوم پادشاه ایران بود و آریوبرزن همچنان در ارتش پادشاهی داشت خدمت میکرد. اما اردشیر سوم به دست فری به اسم خوج باگواش از دنیا میره، در جام اون زهر میریزن و مسموم میشه و فوت میکنه. بعد از اون داریوش سوم پادشاه ایران میشه که اسم اصلیش دارا بودش. دارا تاجگذاری میکنه و رسما پادشاه ایران میشه. در این زمان آریوبرزن 40 خورده ای سال سن داشتش و یکی از محبوب ترین نظامیان و ارتشیان در بین مردم، ملازمین پادشاه و حتی سیستم حکومتی ایران بود. حالا دیگه یوتاب هم 35 ساله بودش، خواهر کوچکتر آریوبرزن، که به سپاه منحق شده بود و با همدیگه در بسیاری از نبردها شرکت میکردن و یکی از بخشهای نظامی رو هم حتی در اختیار خودش داشت. اما یک جورایی داستان آریوبرزن از اینجا شروع میشه. اینجا زمانیه که اسکندر مقدونی سودای تصرف ایران به سرش میزنه. اسکندر مقدونی رویای چیرگی کامل بر ایران رو در سرش می‌پروروند که کاملا هم منطقی بودش. دلیل اصلی اون شکست‌های پی در پی و سنگین بودش. یکی از شکست‌ها همون شکست معروفی بودش که از داریوش کبیر خورده بودن و بعدش هم شکست معروف ترموپیل که خشایارشاه بر ارتش یونان تحمیل کرده بود. حالا نوبت انتقام اسکندر مقدونی رسیده بود. اسکندر مقدونی موفق میشه به رویای خودش برسه و در 3 نبرد پیاپی 3 شکست سنگین رو بر سپاهیان ایران تحمیل می‌کنه. نبردهای اربیل، ایسوس و گرافیل. دربار داریوش سوم به دلیل این شکست‌ها بسیار متزلزل شده بودش. داریوش سوم به شوش عقب نشینی میکنه، از شوش هم میره عقب‌تر به بابل میره و باز اون موقعیت رو هم از دست میده و در نهایت به شمال ایران پناهنده میشه تا از اونجا بتونه دوباره نیروهای ایرانی رو به همدیگه ملحق بکنه و بتونه به سمت اسکندر یک بار دیگه یورش بیاره و مناطق از دست رفته رو باز پس بگیره. سپاه ایران به طور کلی در شرایط روحی روانی خوبی بودش و کلا آمادگی لازم رو داشت، اما به دلیل شکست‌های پیاپی از دشمن غربی خودش تو وضعیت روحی روانی و حتی جسمی نچندان مطلوبی به سر می‌برد. داریوش سوم تقریبا مستعصل شده بوده، هیچ رأی به ذهنش نمی‌رسید. اینجا بود که آریوبرزن وارد کار می‌شد. آریوبرزن تدابیری می‌اندیشه تا از این طریق بتونه مقابل اسکندر مقدونی قد علم بکنه و حتی بتونه سرزمین‌های تسخیر شده رو باز پس بگیره. اون میاد و یک لشکر جدیدی رو فراهم می‌کنه. از مردم می‌خواد تا به این لشکر ملحق بشن. یه اتفاق جالبی که اون زمان افتاده بودش این بودش که از عشایر اطراف پارسه خواهش کرده بود که اگر امکان داره برای به دست آوردن مناطق تسخیر شده وطن به ارتش ملحق بشن و مقابل، حتی یه اصطلاح جالبی به کار می‌برد، گفت در مقابل گرگ درنده باید ایستادگی کنی. منظور از گرگ درنده اسکندر مقدونی بودش. صحبت‌های آریوبرزن در مقابل سپاهیانش خیلی مورد توجه قرار گرفته بود. به سپاهیانش گفتش که ما کشته میشیم، میمیریم، اما در مقابل این گرگ درنده مقاومت میکنیم و یک وجب از خاک وطنمون رو نمیذاریم که اینها تسخیر کنند. همگی اطرافیان از سپاهیان و ارتشیان گرفته تا نیروهای مردمی و عشایر یک دل میشن تا در مقابل اسکندر مقدونی به فرماندهی آریوبرزن مقاومت کنند. اما در اینجا خبر میرسه که اسکندر مقدونی سپاه خودش رو به دو بخش تقسیم کرده، یک فرمانده رو گذاشته و یک سپاهی رو در اختیارش قرار داده تا از طریق دشت یورش ببرن و یک سپاه هم راه کوهستان رو پیش گرفته که اون سپاهی که در منطقه کوهستانی حضور داشتن به فرماندهی مستقیم خود اسکندر مقدونی بودن. این منطقه درگیری، مخصوصا منطقه درگیری که از سمت کوهستان بودش، امروزه تو کوکیلوی بویراحمر و در یاسوج، اون تندیسی هم که در یاسوج به یاد آریوبرزن ساخته شد به خاطر دلاور مردی های آریوبرزن در اون منطقه هستش. اسکندر مقدونی میخواست از راه کوهستان یک میونبر بزنه و خیلی زودتر خودش رو با نیروهای آریوبرزن رو در رو کنه. وقتی این خبرها به آریوبرزن میرسه، آریوبرزن مثل یک پلنگ خشمگین میشه. مورخان نوشتن که 25,000 نفر در سپاه آریوبرزن شمشیر میزدن. 5,000 نفر اونها سوار نظام بودن و مابقی رو عشایر و پیاده نظام تشکیل داده بودن. دو روز بعد از طریق بندر پارسه اسکندر مقدونی نزدیک به منطقه پارسه میشه و تقریبا خودش رو به سپاهیان آریوبرزن نزدیک میکنه، اما هنوز چند فرسنگی مونده بودش تا به این منطقه برسه که مورد یورش تیرهای نیروهای آریوبرزن قرار میگیره، جوری که سپاهیان اسکندر ناچار به عقب نشینی میکنن و صدها تن از نیروهای اسکندر هم جون خودشون رو در این یورش از دست میدن.
عقل حکم میکرد که سپاه اسکندر به طور کامل عقب نشینی کنه، ولی به قدری اسکندر مغرور بودش که تن به این عقب نشینی نمیده و 250 نفر از نخبه ترین نیروهای خودش رو به سمت آریوبرزن و نیروهاش حرکت میده که تلفات سنگین تری براش داشت. به جز 70 نفر مابقی این 250 نفر به ضرب تیغ نیروهای آریوبرزن کشته میشن و اون 70 نفر هم موفق به فرار میشن. اسکندر چاره‌ای نداشت جز اینکه سومین موج حملات خودش رو با قوی‌ترین تکاوران خودش ادامه بده. همین کار رو هم می‌کنه. از قوی‌ترین نیروهای خودش استفاده می‌کنه و سومین موج حملات رو هم به سمت نیروهای آریوبرزن گسیل می‌کنه. پس از دو حمله ناموفق، این حمله سوم بود که نتیجهش برای اسکندر وحشتناک بودش. این تکاوران قدرتمند گرمابه ای از خون رو در کوهستان‌های ایران به وجود آوردند. سپاه اسکندر در سومین یورش خودش شکستی سنگین‌تر از دو دفعه قبل خورد و آن شب اسکندر مقدونی برای اولین بار وحشت زده به بالین خودش رفت. اون شب اسکندر با فرماندهان جنگی خودش یک جلسه ای میذاره. نکته جالب اینجا بود که اصلا نمیدونست فرمانده جنگی ایران چه کسیه و از کلمه عجوبه جنگی استفاده کرده بود. گفته بود این عجوبه جنگی کیه که اینجوری داره در مقابل سپاهیان من مقاومت میکنه. اسکندر باز هم تسلیم نشد و قرار بودش که اون شب دوباره یک یورش دیگه ای رو تعبیه کنه. اسکندر متوجه یک واقعیتی شده بودش که شکست نیروهای ایران از طریق نبرد کوهستان خیلی خیلی اقدام سختی میتونه باشه. فهمیده بود که فرماندهی که در مقابل اون قد علم کرده مردیه که به نبرد کوهستانی بسیار تسلط داره. پس تصمیم میگیره که نیروهای خودش رو دوباره به دو بخش دیگه تقسیم بکنه. خب یک نیرویی که از سمت دشت داشتن به سمت سپاهیان آریوبرزن از پشت سر حرکت میکردن، تصمیم گرفت که یک قسمت دیگه از نیروهای خودش رو دوباره به همون دشت گسیل بکنه تا اونها از پشت سر بتونن سپاهیان آریوبرزن رو غافلگیر کنن و خودش به همراه سایر نیروهای باقی موندهش از جلو و از روبرو در کوهستان با آریوبرزن و سپاهیانش روبرو بشن. اسکندر فهمیده بودش که به این منطقه تسلط زیادی نداره. افراد اسکندر میگردن و یک چوپانی رو پیدا میکنن و از اون چوپان میخوان که اطلاعات لازم رو در مورد این منطقه به اونها بده و در ازاش هم سکه و زر دریافت کنه. چوپان جمله خیلی جالبی میگه، میگه از فکر نبرد با آریوبرزن بیا بیرون، تو نمیتونی حریف این آدم بشی. اسکندر عصبی میشه و میگه که تو فقط راه رو به ما نشون بده. یه سری اطلاعات از چوپان میگیرن و سعی میکنن که از طریق این اطلاعات جغرافیایی به نیروهای آریوبرزن فشار بیارن. تعداد نیروهایی که حالا به دشت فرستاده بودن بیشتر شده بودش. از اون طرف هم خود اسکندر به همراه نیروهاش راهی شهر پارسه شده بودن تا از اون طریق بتونن با آریوبرزن روبرو بشن و در یک محیط وسیع‌تر و راحت‌تری با اون پیکار بکنند. دو روز از تغییر تاکتیک اسکندر گذشته بودش و همچنان اسکندر راه به جایی نبرده بود. در عین این دو روز هم نیروهای آریوبرزن به سپاه و لشکریان اسکندر شبیخون می‌زدن، جوری که اسکندر بسیار عصبانی شده بود و گفته بود این چوپان به ما دروغ گفته و خیانت کرده، در حالی که واقعیت این بودش که استراتژی آریوبرزن همچنان قوی‌تر از اسکندر بودش و همچنان ضربه‌هایی که به اسکندر وارد می‌کرد بسیار قدرتمند و کاری بود و سپاه اسکندر رو مختل کرده بودش. سپاه اسکندر که قرار بود از روبرو با لشکریان آریوبرزن درگیر بشه کاملا فلج شده بود و تمام امید به لشکریانی بودش که از راه دشت قرار بود از پشت سر با آریوبرزن روبرو بشن. در این مدت آریوبرزن و لشکریانش فرصت پیدا کردن تا بتونن مسیر جنگ رو تغییر بدن، قشنگ مسیر رو عوض کردن و با اون سپاهیانی که از دشت اومده بودن مستقیما رو در رو شدن و با اونها به نبرد پرداختن. سپاه امیدوار کننده ای که از راه دشت قرار بود شکست سنگینی از پشت سر با آریوبرزن وارد بکنه، شکست سنگینی از آریوبرزن و سپاهیانش میخوره، جوری که حالا مسیر دشت و پشت کوهپایه برای آریوبرزن باز شده بود. اینجا دیگه مسیر جنگ تغییر کردش. این بار اسکندر مقدونی بودش که در محاصره ارتشیان آریوبرزن گیر افتاده بود. اسکندر برای اولین بار توی زندگیش شکست سنگینی خورده بود. اما همچنان شهر پارسه که ما بهش میگیم تخت جمشید همچنان در تصرف نیروهای اسکندر بودش و رو به سقوط بودش، اما مسیر هم برای آریوبرزن باز بود. آریوبرزن و سپاهیانش با سرعت زیاد خودشون رو به پارسه رسوندن تا از سقوط تخت جمشید جلوگیری کنند. اسکندر هم خودش رو به پارسه رسونده بود، میخواست شهر رو در تسخیر کامل خودش قرار بده، نتونسته بود بیشتر پیشروی کنه و میخواست اون موقعیت رو برای خودش نگه داره. اما از اون طرف سپاهیان آریوبرزن هم خیلی تحلیل رفته بودن. تعداد بسیار زیادی از سوار نظامش که 5000 نفر بودن کشته شده بودن. پیاده نظام های آریوبرزن هم توان لازم رو نداشتن.
آن افرادی که توانایی داشتن با همدیگه حرکت کردن تا خودشون رو به پارسه برسونن. یکی از اون افراد هم یوتاب خواهر دلیر آریو برزن بودش که با نیروهاش به آریو برزن ملحق شده بود و با هم به سمت پارسه یا تخت جمشید امروزی حرکت کرده بودن تا از سقوط شهر جلوگیری کنند. در این زمان تمامی لشکریان آریو برزن، حتی خود آریو برزن و خواهرش زخمی شده بودند، تحلیل رفته بودند و بسیار خسته بودند. توانی برای جنگیدن باقی نمونده بود و آخرین نفس‌هاشون و آخرین جونی که در بدن داشتن رو کف دستشون قرار داده بودند و به سمت تخت جمشید رفتن تا بتونن از شهر دفاع کنن. در طول مسیر در تنگه استراحت کردن، صبر کردن تا نیروهای پیاده باقی مونده به اونها برسن و یک قوایی پیدا کنن و با قوای بیشتری بتونن به اسکندر یورش بیارن. در این زمان به اسکندر خبر میرسه که در دامنه کوه یک لشکری آماده است و در دو فرسنگی شهر قرار گرفتن و با سپیددم قراره که به سمت شهر حرکت کنن و به ما حمله کنن. اسکندر پیش خودش میگه گمانم همون شیطان دست نیافتنی در اون کوه که چند روزی ما رو زجر داده، پس بیدرنگ باید به همراه 100 سواره دمار از روزگارشون در بیاریم. در همون نیمه شب آریو برزن از دور میبینه که چندین و چند سوار نظام با سرعت دارن به سمتشون حرکت میکنن. به نیروهای خودش بیدار باش میده و میگه با هر توانی که دارید به سمتشون حمله کنید و مقاومت کنید. نزدیکی های سپیددم قبل از اینکه هوا به طور کامل روشن بشه، دو سپاه به یکدیگر نزدیک میشن و برای اولین بار دو فرمانده با یکدیگر رو در رو میشن، آریو برزن و اسکندر مقدونی. هر دو نگاهی به هم میکنن و اینجا اسکندر میفهمه که این فرماندهی بودش که تا الان اینقدر براش مزاحمت ایجاد کرده بودش. هر دو فرمانده سوار بر اسب‌های خودشون با سرعت به سمت همدیگه یورش میارن. اسکندر شمشیر خودش رو بالا میبره و با یک ضربه قدرتمند دست چپ آریو برزن رو از شونش جدا میکنه. در همین لحظه هم آریو برزن یک ضربه شمشیر محکم به شانه چپ اسکندر مقدونی میزنه و زخم بزرگی بر پیکره اسکندر نقش میبنده و حتی زره اسکندر پاره پاره میشه، جوری که همه لشکریانش و افراد زیر دستش با دیدن این صحنه وحشت میکنن و یکان احساس میکنن که اسکندر کشته شده. در همین لحظه در میدون جنگ یک نفر فریاد میزنه که اسکندر زخمی شد و آریو برزن کشته شد، یعنی که سپاهیان ایران شکست خوردن که اصلا واقعیت نداشتش. آریو برزن یکی از دستاشو از دست داده بود، به شدت زخمی شده بود، اما با اون دستش همچنان افسار اسب رو گرفته بود، شمشیر رو هم در همون دست نگه داشته بودش و تلاش میکرد که از اسب پایین نیفته تا نیروهای خودش رویشون رو از دست ندن و همچنان بتونن مقاومت کنن. آریو برزن تو همون وضعیت سخت و وحشتناک دوباره به سمت اسکندر حمله میبره و یک ضربه دیگه این بار به سر اسکندر میزنه. همه این ضربات به قدری کاری بودن که تا پایان عمر با اسکندر باقی مونده بودن، اما به دلیل این ضربه و به دلیل اینکه دستش رو از دست داده بود تعادلش از دست میره و از روی اسب پایین میفته. در این لحظه دو سوار مقدونیه‌ای که در لشکر یونانیان می‌جنگیدن وقتی که می‌بینن آریو برزن از زمین افتاده و تعادلی هم نداره، از اون طرف داره جون میده، سری خودشون رو به آریو برزن رسوندن و تا تونستن ضربات شمشیر رو بر پیکره آریو برزن وارد کردن و این گونه شد که آریو برزن جون خودش رو از دست داد. یوتاب خواهر آریو برزن این صحنه رو از دور میبینه، بسیار خشمگین میشه و با سرعت تلاش میکنه تا خودش رو به اسکندر برسونه. گفته میشه که تو راه 4-5 نفر از سربازان اسکندر رو از پا در میاره، اما چندین نفر به سرش میریزن، اون رو زخمی میکنن، در نهایت هم از اسب به پایین میفته و در نهایت نحوه مرگش هم به این صورت بود که سرش رو از تنش جدا کردن و اون هم نتونست اسکندر رو به قتل برسونه. در اینجا یک اتفاق جالبی توی این جنگ افتادش که تو تاریخ جنگ‌های مختلف چه سنتی چه حتی جنگ‌های مدرن کمتر دیده میشه، مخصوصا تو جنگ‌های سنتی، جنگ‌های باستانی. معمولا در جنگ‌های باستانی به این شیوه است که وقتی یک فرماندهی کشته میشه یک جورای جنگ تموم میشه و افراد عقب نشینی میکنن، اما داستان این جنگ فرق داشتش. هم یوتاب کشته شده بود و هم آریو برزن، اما سپاهیان همچنان ایستاده بودن و تا آخرین قطره خونشون داشتن مقاومت میکردن. گفته میشه این اولین بار در طول جنگ‌های تاریخی بودش که سپاهیان پس از کشته شدن فرماندهشون همچنان داشتن ایستادگی و مقاومت میکردن. این بار هم مسیر جنگ داشت تغییر میکرد و اسکندر ناباورانه داشت فقط نگاه میکرد که سپاهیانش چطور دارن با سپاهیانی بدون فرمانده میجنگن و حتی از اونها شکست میخورن. تعداد بسیار زیادی از افراد اسکندر، جوری که در تاریخ نوشته شده بودش، از اینجا به بعد نیمی از سپاهیان اسکندر جون خودشون رو در اثر مقاومت سپاهیان بدون فرمانده آریو برزن از دست داد. اسکندر ناچار شد به شهر پارسه عقب نشینی کنه، یعنی از دشت هم فاصله گرفتش، نمیتونست حتی اون دشت رو هم برای خودش نگه داره و همونطورم که قبل تر گفتیم اسکندر خودش هم به شدت در این جنگ زخمی شده بود.
غروب اون روز بومیان شهر پارسه یا همون پرسپولیس خودشون رو به دشت نزدیک شهر رسوندن، به اون قتلگاه، و دیدن که جنازه تمامی افراد روی زمین افتاده. هیچ کسی در این نبرد زنده باقی نمونده بود و همونطور که یاران آریو برزن باش عهد و پیمان بسته بودن، تا آخرین قطره خونشون برای وطنشون ایستادگی کرده بودند. تنها موجود زنده‌ای که اونجا دیده میشد اسب آریو برزن بود، اسبی به اسم تندر. بومیان میگن که اسب بر بالای سر جنازه آریو برزن ایستاده بود و از یالهاش خون میچکید که گفته میشه خون خود آریو برزن بودش، و خیلی اندوهگین داشت به جنازه صاحبش نگاه میکرد. بعدش هم بومیان گفته بودن که تندر از اونجا فاصله گرفت و رفت و معلوم هم نشد که به کجا رفته. تا سالها پس از اون درگیری خونین و اون جنگ ناجوان مردانه، مردم شهر پارسه میگفتن که صدای شیهه و نعره تندر اسب آریو برزن شنیده میشه، صدایی که به مردم اون دیار حس قدرت میداد، حس آزادی میداد، حس میکردن که میخوان مقاومت کنن و حس مقاومت رو به این مردم القا میکردش. به قول معروف قهرمانان نه تاریخ تولد دارن نه تاریخ مرگ، قهرمانان همیشه در دل مردمانشان زنده هستند. دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر دوست داشتید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید تا با آرشیو سایر ویدیوها دسترسی داشته باشید. این دومین ویدیو از فصل اول دیپ پادکست بود. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، نظرتون راجع به این ویدیو برای ما بنویسید و کامنت بذارید که موضوعات بعدی ما در چه موردی باشه. این زندگی نامه قهرمان ملی ایران بود، آریو برزن، مردی که اسکندر مقدونی رو شکست داد.